بسم الله الرحمن الرحیم. جعفر انصاری هستم، یکی از فعالین حقوق بشری و فعالین حقوق زنان. امروز خواستم در مورد موضوعی با شما صحبت کنم که در واقع یکی از مشکلات روزمره و مشکلات جامعه ما، همچنین مشکلات جامعه جهانی است و متاسفانه بزرگان و افرادی که میتونن این مشکل و موزل رو حل کنن به نوعی یا از مسئولیت خودشون شانه خالی میکنن و یا به نوعی از این قانون و قواعدی که موجود در جامعه هست به نوعی به نفع خودشون استفاده میکنن و یا افرادی هم هستن که با دلایل مختلفی که ممکن ترس داشته باشن از اینکه مورد سوء قصد قرار بگیرن و یا هر دلیل دیگه به گونه‌ای از مطرح کردن این موضوع شانه خالی میکنن. و من به عنوان یه فعال حقوق بشری بر خودم واجب میدونم که در مورد این نسل، در نسلی که واقعا زحمت کشیدن و زحمت های فراوان میخواهم کشید و حقوقشون رو افرادی پایمال کردن و اول رو ببرین که حقوقشون رو ندادن، مورد خشونت قرار میدن این افراد، باید به اون نسل جامعه ما حق داد که بتونن آزادانه زندگی کنن، بتونن بدون مشکلاتی که دارن. امیدواریم این موضوع به گونه فرهنگ‌سازی بشه در جامعه ما، در جامعه که واقعا مرسالان هست و به گونه آزاردهنده هست در واقع این رفتاری که با این نسل جامعه میشه. امیدواریم که جامعه ما به سمتی بره که حداقل این خشونت ها تا حد امکان کم بشه و روزی شاهد باشیم که این خشونت ها وجود نداشته باشه و این نسل جامعه ما به راحتی بتونن در جامعه حضور پیدا کنن و به راحتی به کار و زندگی و تحصیلشون ادامه بدن. 25 نوامبر تلنگری هست برای جامعه بشری و فعالین حقوق بشر که نه تنها خشونت علیه زنان خاتمه نیافته، بلکه متاسفانه این خشونت ها هر روز در حال افزایش هست. خشونت علیه زنان در سراسر جهان به شکل آشکار و گسترده دیده میشه و تمام کشورها تلاش میکنن با تصویب قوانین از اعمال خشونت علیه زنان جلوگیری کنه، اما متاسفانه هنوز میزان آن خیلی بالا هست و دلیل اون هم عدم پذیرش مساوات و برابری زنان با مردان هست. قانون سیداف که توسط کنوانسیون بین‌المللی محو هر گونه تبعیض علیه زنان تصویب شد، تذکر می‌ده این موضوع رو که تبعیض علیه زنان به معنی قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء، محدودیت بر اساس جنسیت هست که بر برسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادی اساسی اونها و بهره‌مندی و بر پایه مساوات با مردان صرف نظر از وضعیت تحول اونها در تمام زمینهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سایر زمینها که اثر مخرب داره و هدف و اصول این قانون این هست که این وضعیت رو از بین ببره. دولت تازه تأسیس افغانستان در سال 2001 قانون سیداف رو تصویب کرد و متعهد شد که فعالیت های زیادی رو در زمینه کاهش خشونت علیه زنان انجام بده که نهایتا منجر به این شد که در سال 2009 حکم قانون محو خشونت علیه زنان رو صادر کنه، اما متاسفانه پارلمان کشور اون رو تصویب نکرد، ولی در محاکم قضایی داره اعتبار هست و مورد استفاده قرار میگیره. از اونجایی که هیچ گامی برای اجرای سیاست های دولت در زمینه برابری جنسیت برداشته نشده بود، متاسفانه سطح میزان خشونت علیه زنان همچنان در حال افزایش است. متاسفانه در دو ماه اول سال جاری 15 مورد جدی خشونت علیه زنان ثبت شد و خانم وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان افغانستان در یک کنفرانس خبری این موضوع رو خاطر نشان شدن که در ولایت های سرپور، غور، بادغیس، ننگرهار و کابل رخ داده این 15 مورد و که جدیترین نوع خشونت ها تجاوز جنسی، محاکمه صحرایی و ازدواج زیر سن بوده.
که یکی از این موردها خانم مینا منگل گوینده پیشین تلویزیون، مشاور فرهنگی مجلس نمایندگان افغانستان، نویسنده، خبرنگار و شاعر که متاسفانه در منطقه کارتنوی کابل به ضرب گلوله کشته میشند و دلیل این قتل رو هم احتمالاً جدایی از شوهر سابقشون میدونن و اینکه ازدواجشون زیر سنه بوده. خانم ناظمی فعال حقوق بشر در افغانستان، این خانم ناظمی فعال حقوق زنان در افغانستان به این موضوع اشاره میکنن که فقط به پرونده هایی رسیدگی میشه که صرفا رسانه‌ای بشن و آقای فدا محمد پیکان معین ارزی خدمات سی وزارت صحت عام افغانستان این موضوع رو بیان میکنن که این وزارت 25 مرکز مشاوره در 22 ولایت این کشور ایجاد کردن تا مردم در این ولایات به شکایاتشون رسیدگی بشن. در گزارش دیگه از یوناما، حکومت افغانستان نتوانسته قانون منع خشونت علیه زنان رو تطبیق کنه. با توجه به اینکه از سال 2009 قانون منع خشونت علیه زنان وجود داره، ولی مقام ها به جای اینکه بیان این قانون رو تطبیق کنن و اون رو در واقع عملی کنن، به میانجیگران و بزرگان محلی اجازه رو بیدن که قضایای جرمی خشونت علیه زنان رو حل کنن و حتی اونها این قضایا رو مدیریت میکنن. در کشور ما که متاسفانه زنان در چهار دیواری خانه محصور هستن و به نوعی تابع قوانین و مقررات مرد خودشون هستن، به همین دلیل دسترسی اونها رو به عدالت شدیداً کم میکنه که خود این قضیه عاملی میشه برای اینکه مجازات علیه عاملان این خشونت علیه زنان صورت نگیره. 137 قضیه که از سال 2015 تا سال 2017 صورت گرفته، 145 مورد توسط همین میانجیگرا حل شده، که این موضوع نشان دهنده این هست که زنان توسط مقام ها و همچنین توسط خانواده هاشون تحت فشار قرار میگیرن که شکایت های حقوقشون رو پس بگیرن. و همچنین یوناما در همین گزارش بررسی کرده که 280 قضیه قتل زنان، اکثر اونها هم که قربانی قتل ناموسی بودن، از این جمع فقط تنها 50 قضیه که حدوداً 18% کل مجموعه رو در بر میگیره، عاملینش تحت مجازات قانونی قرار گرفتن، که این قضیه واقعا نگران کننده است. قانون منع خشونت علیه زنان در سال 2009 نافذ شد، چون مواردی از قبیل ازدواج اطفال، ازدواج اجباری، اجبار کردن به خودکشی، تجاوز جنسی و دیگر موارد خشونت علیه زنان رو جرم قلم داد کند و از نظر قانونی هیچ مقرراتی وجود نداره که این میانجیگران قومی و بزرگان محلی در حل قضایای جرمی دخالت داشته باشن. همچنین در گزارش یوناما آمده که وادار کردن زنان به قبول میانجیگری بزرگان محلی تخطی مستقیم از قانون محو خشونت علیه زنان و قانون جزا و نقض حقوق بشری است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این قضیه رو خاطر نشان میشه که در 7 ماه اول سال 1398 خورشیدی 2762 مورد خشونت با زنان در این کمیسیون ثبت شده، که متاسفانه نسبت به سال قبل 8% افزایش رو نشون میده، که از مجموع انواع خشونت های ثبت شده 1041 مورد خشونت روانی و کلامی، 861 مورد خشونت فیزیکی، 485 مورد خشونت اقتصادی، 123 مورد خشونت جنسی و 252 مورد سایر خشونت هاست. و از مجموع خشونت های فیزیکی که صورت گرفته، 26% کل خشونت های علیه زنان رو تشکیل میده، که شامل 744 مورد ضرب و شتم، 30 مورد قتل، 7 مورد آتش زدن، 8 مورد کار اجباری و 1 مورد قتل عضو زنان هست.
و در این گزارش توضیح داده شده که اعمال و خشونت با زنان در 8.2% آنها مشکلات روانی و روحی ایجاد کرده که 37.1% باعث بی‌سرنشینی زنان، 1.7% اقدام به خودسوزی اونها، 1% موجب اقدام به خودکشی، 1% موجب ترک تحصیل و 6.5% ترک منزل و 1% ترک کار و 14.4% تقاضای طلاق و 1% هم باعث بچه دار شدن شدن. متاسفانه این موارد فقط تعداد ثبت شده هستن که متاسفانه موارد ثبت نشده به مراتب بیشتر از این اعداد و ارقام هست و مطالعات مختلفی نشون میده که متاسفانه از هر 3 زن در افغانستان 2 زن قربانی شکلی از خشونت بودن و که اکثر اونها مهاجرین و بیجاشدگان داخلی هستن که با بیشترین شکل خشونت در افغانستان مواجه هستن. از اونجایی که اکثریت کشور ما را مسلمان ها تشکیل میدن و نسبت به فرمایشات حضرت رسول بسیار معتقد هستن، در اینجا قابل ذکر هست که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که نماز و اعمال نیک شوهری که زن خود را آزار دهد و به او ظلم نماید قبول نمیشود. پس با توجه به این فرمایشات حضرت رسول نتیجه رو میگیریم که قبولی نماز و اعمال نیک یک فرد در گروه رضایت فردی و شخصی خانم و همسر اون فرد هست. در واقع ما اومدیم انواع خشونت علیه زنان رو در واقع بررسی کردیم. 5 نوع خشونت که عمده صورت میگیرن قبیل از خشونت فیزیکی، خشونت اقتصادی، خشونت کلامی، خشونت جنسی و خشونت مدرن علیه زنان هست. اول از همه باید این خشونت ها رو بتونیم تعریف کنیم و مواد قانونی مربوط به اونا رو بررسی کنیم تا یه دیدگاه کاملا روشنی نسبت به این قضیه ایجاد بشه. اولین مورد خشونت فیزیکی هست. تعریف این خشونت این هست که هر گونه اقدام به مقصد رسانیدن آسیب یا تهدید نمودن قربانی که آسیب رو ثابت میکنه، پرتاب اشیا، متاسفانه سیلی زدن، مشت زدن، لگد زدن، ضرب و شتم، تهدید یا تهدید با چاقو و اسلحه، متاسفانه سوزاندن با اسید، آبجوش و غیره جزء خشونت های فیزیکی محسوب میشن که متاسفانه در سال جاری 861 مورد خشونت جسمی ثبت شده. ماده 22 قانون محو خشونت علیه زنان این موضوع رو بررسی میکنه که شخصی که زنی رو لاتکوب بکنه و با توجه به وضعیت زن و در نظر داشته ماده های 407 الی 410 قانون جزا مجازات میشه و اگر لاتکوب منجر به مرگ فرد بشه مجرم مطابق ماده 395 الی 399 قانون جزا مجازات خواهد شد. ماده 23 قانون محو خشونت علیه زنان این قضیه رو خاطر نشان میشه که شخصی که زنی رو لاتکوب بکنه ولی باعث آسیب جدی و یا محلیت اون نشه برای حدود 3 ماه زندانی خواهد شد. ماده 407 قانون جزا این رو خاطر نشان میشه که شخصی که باعث زخمی شدن، قطع و صدمه به اعضای زن، شکستگی اعضاش و یا محلیت بشه جریمه نقدی و برای حدود 3 سال زندانی خواهد شد. ماده 408 قانون جزا این رو خاطر نشان میشه که هر زمانی که لاتکوب باعث معلولیت اعضای فرد بشه و اون عضو تا 20 روز ضعیف بمونه و به نوعی که مشکلی برای فرد ایجاد کنه حدود 3 ماه حبس در نظر گرفته شده و در صورتی خسارتی به فرد وارد بشه از 3000 الی 12000 افغانی جریمه نقدی خواهد داشت. ماده 409 قانون جزا این موضوع خاطر نشان میشه که در صورتی که لاتکوب باعث محلولیت و ضعیفی اعضای بدن فرد حتی نشه، فقط زخم عادی باشه،
مجازات بیش از 6 ماه زندان و یا پرداخت خسارت بیش از 6000 افغانی در نظر گرفته شده. ماده 20 قانون محو خشونت علیه زنان این موضوع رو بیان میکنه که برای افرادی که توسط آب جوش، تیزاب یا موارد دیگه سوزانده بشن، مجازات حدود 10 سال زندانی رو در نظر گرفتن برای این موضوع. بند 2 همین ماده این موضوع خاطر نشان میشه که اگر کسی به هدف ایجاد هرج و مرج در جامعه دست به عملی بزنه و یا مانع از این بشه که زنان بتونن حقوق خودشون رو در واقع مطرح بکنن، به عفو طولانی مدت و یا حتی اعدام محکوم خواهند شد. با هم دیگه یه ویدیو رو میبینیم که به خاطر رفاه بشریت یکی از اهداف مهمش است که به میان آمده. بنان خشونت در اسلام یک عمل نارواست. البته خشونت به شکل عام علیه به انسان هم مخصوصا خانم ها نارواست و در اسلام زن ها جایگاه بسیار واضح و با عزت دارن و حقوق بسیار مشخص دارن. بنان برنامه هایی که ما داشتیم در طول چند سال، ما کوشش کردیم که منابع دینی که در مسائل خشونت و حقوق زن بحث داشتن ما ای را به شکل منظم تدوین شد و سیمینار های مختلفی داشتیم. چون جامعه که ارزش های اسلامی دوجه بیشتر عملی شود، ما امیدوار هستیم که گراف خشونت هم کمتر می شود، از میان برداشته می شود. خشونت اصلا تولید اسلام نیست، تولید دین ما، آیین ما نیست. اسلام همیشه از در شفقت به خانم ها نگاه کرده و بدون شک زن و خانواده را محل مودت و رحمت دانسته. وقتی چیزی که رحمت باشه، اجگاه انصافا انسان های عاقل با او خشونت. مورد بعدی خشونت اقتصادی هست. تعریف این خشونت این هست: این خشونت اقتصادی عبارت هست از هر نوع محرومیت، مداخله و یا محدود نمودن استقلال اقتصادی در امور خانواده و یا اختصاص دادن پسنداز و حقوق به خود شخص، اموال زن، تهیه نفقه، محرومیت از حق میراث و فروش مالکیت شخصی، جواهرات، به غرامت گرفتن حقوق و دستمزد و جلوگیری از کار اشتغال فرد محسوب میشه. ماده 33 قانون محو خشونت علیه زنان این رو بیان میکنه برای فردی که مانع به دست آوردن میراث زنی بشه، مدت 1 ماه حبس تعیین کردن. طبق ماده 34 قانون محو خشونت علیه زنان، اگر شخصی زنی را از گرفتن مالکیت اموالش منع کنه و یا اموالش رو بدون رضایت شخصی اون غصب کنه، برای 3 ماه زندانی خواهد شد. ماده 36 قانون محو خشونت علیه زنان این رو بیان میکنه که اگر شخصی رو، زنی رو مجبور به کار اجباری کنه، علاوه بر پرداخت خسارت تا 6 ماه مجازات برای این موضوع در نظر گرفته شده. مورد بعدی خشونت، خشونت لفظی و روحی هست. خشونت لفظی و روحی عبارت از مجازات، توئین، تحقیر و یا تحقیر به مقصد تهدید، آزار، اذیت، بدنام کردن قربانی خشونت و لطمه زدن به اعتبار شخصی اون، مداخله در امور شخصی زندگی روزمره و یا تهدیدات یا کمردش جلوه دادن اون فرد در واقع محسوب میشه. خب یه نمونه از خشونت لفظی رو با هم در این ویدیو میبینیم. بخه بچیم، بخه تو بیرون برو که مام رو ازی کار دار. پاشو، بسیار وقت دادم اتا، حتی دا شما این بالا شدی دختری پودا. اگر تو دختری خوب می شدی
از خانه پدرت گریخته ای جا نمی آمدی بخی گمچه دختری پوده. همونطور که در ویدیو مشاهده کردین اون فرد در واقع به خانم خودش توهین میکنه و دشنام میده که ماده 29 قانون مهر خشونت علیه زنان برای چنین قضیه این 3 ماه حبس تعیین کرده، ماده 442 قانون جزا این رو خاطر نشان میکنه که اگر فردی به زنی توهین کند حدود 3 ماه حبس و پرداخت خساره‌ای کمتر از 3000 تا 12000 نباشه تعیین کرده. ماده 443 قانون جزا این رو بیان میکنه که اگر دشنام، توهین تلفنی یا کتبی یا فرد سومی صورت بگیره در این صورت حبس نباید کمتر از 3 ماه و بیشتر از 6 ماه باشه و اون فرد مجبور به پرداخت خسارتی بین 3000 تا 6000 افغانی هست. ماده 30 قانون مهر خشونت علیه زنان این رو بیان میکنه که اگر فردی چه زن یا چه مرد به زنی توهین کنه و اون رو آزار بده برای حدود 3 ماه زندانی خواهد شد و اگر آزار اذیت توسط اشخاصی که بر قربانی تاثیرگذار هست صورت بگیره مجازات حدود 6 ماه خواهد بود. طبق ماده 31 قانون مهر خشونت علیه زنان اگر فردی زنی رو وادار به انزوا و گوشه‌نشینی کنه این فرد چه زن باشه و چه مرد 3 ماه حبس براش در نظر خواهد گرفت. ماده 32 قانون مهر خشونت علیه زنان این رو بیان میکنه که فردی که زن رو مجبور به مصرف مواد مخدر بکنه مجازات حداقل 3 ماه حبس رو براشون در نظر گرفته شده. ماده 350 قانون جزا برای فردی که کسی رو مجبور به استفاده از مواد مخدر میکنن مجازات حداقل 3 ماه و جریمه 3000 تا 12000 افغانی رو تعیین کردن. اما موضوعی که اینجا خیلی مهم است وقتی زنی در برابر سخنان تعریف شده همسر خودش در واقع قرار میگیره بیشتر از لحاظ روحی آسیب میبینن این افراد و در نهایت شرایطی براشون پیش میاد که خودشون رو مسئول اعمال خشونت میبینن و این اعمال و این مسئله باعث دوام این خشونت ها علیه اونا میشه و با توجه به این که رابطه مستقیمی با محیط بیرون ندارن این احساس گناه و این احساس شرمندگی نهایتا اونا رو معتقد میکنه به اینکه خودشون عامل خشونت بودن و خودشون رو در واقع شایسته چنین رفتاری میدونن که نه تنها باعث این میشه که عامل خشونت شکن بشه بلکه چنین خاموشی مدت تعرض و خشونت رو افزایش میده. مورد بعدی خشونت جنسی هست. هر گونه دخالت در فعالیت جنسی مخالف رضایت زن و یا تهدیداتی رو در بر میگیره که به آبرو و حیثیت در واقع زنان صدمه وارد میکنه. ماده 17 قانون مهر خشونت علیه زنان فردی رو که مرتکب تجاوز جنسی بر زن بالغ بشه با توجه به ماده 426 قانون جزا محکوم به حبس طولانی مدت و اگر در صورت قربانی بمیره به اعدام محکوم میکنه و بند 2 همین ماده فردی رو که به زن نابالغ تجاوز کنه به حبس طولانی مدت حدود 15 تا 18 سال و در صورت قربانی از خشونت بمیره محکوم به اعدام خواهد بود. و اگر شخصی که خشونت جنسی مثل لمس کردن، سوء استفاده های شفاهی و بوسیدن و غیره بدون تجاوز به عفت زن رو مرتکب بشن به مدت حدود 7 سال زندانی خواهند شد. ماده 18 قانون مهر خشونت علیه زنان
برای فردی که زن بالغ رو وادار به فحشا میکنن حدود 7 سال و برای فردی که زن نابالغ رو وادار به فحشا میکنن حدود 10 سال حبس تعیین کردن. و برای کسی که اطلاعات مربوط به قربانی جنسی رو فاش میکنن که این مسئله باعث خدشه‌دار شدن اعتبار اون زن میشه به مدت حدود 3 سال زندانی در نظر گرفتن. ماده 37 قانون مرو خشونت علیه زنان این رو بیان میکنه اگر شخصی بدون در نظر داشتن ماده 86 و 89 قانون مدنی با بیشتر از یک زن ازدواج کنه به مدت 3 ماه زندانی خواهند شد. البته این دو ماده شرایطی رو برای مردم فراهم کردن که به وسیله رضایت همسر اولشون اجرای مساوات و سرپرستی و سایر موارد در واقع این زمینه رو ایجاد میکنن تا بتونن ازدواج کنن. تعریف ازدواج اجباری چه چیزی هست؟ ازدواجی که در واقع یک طرف یا هر دو طرف قضیه ازدواج بدون خواست رضایت شخصیشون ازدواج میکنن که به این نوع ازدواج ازدواج مصلحتی هم میگن که معمولا توسط خانواده این افراد و یا خویشاوندانشون ترتیب داده میشه که معمولا از خشونت فیزیکی مستقیم یا فشارهای روانی استفاده میکنن تا این ازدواج صورت بگیره. سازمان ملل و گروه های حقوق بشری این نوع ازدواج رو گروه های حقوق بشری و سازمان ملل این نوع ازدواج رو نوعی بردهداری و سوء استفاده میدونن که آزادی استقلال افراد رو نقض میکنه و در نهایت منجر به فرار و یا خودکشی زنان زیادی میشده. از علل ازدواج اجباری میتونه به تقویت پیوندهای خانوادگی قبلی، پیروی و محافظت از تکالیف انجارهای فرهنگی مذهبی، حفظ و نگه داشتن ثروت در خانوادهای بزرگ، فقر خانواده و به دست آوردن ضمانت برای آینده و عروسی شاتگان یا تفنگ ساچمه‌ای. این ازدواج های اجباری متاسفانه پیامدهای خیلی زیادی دارند و یکی از اون پیامدها فرار از منزل هست که متاسفانه سالانه زنان زیادی از خانه پدرشون یا از خانه شوهرشون فرار میکنن، ولی متاسفانه آسیب‌های شدید بسیار زیادی در انتظار اونها هست و خیلی از اونها به دلایل مختلفی زندانی میشن و بعد از اینکه به خانواده خودشون تحویل داده میشن خشونت‌های علیهشون صورت میگیره و حتی زندانی در خانه نصیبشون خواهد شد. دلایل اینکه زنان افغانستان از خانه فرار میکنن، دلایل مهمشون در واقع 3 مورد هست. اولین مورد این هست که از خشونت فیزیکی و خشونت هایی که به اونا وارد میشه رو میخوان رها بشن از این خشونت ها. مورد دوم بحث درخواست طلاق هست و مورد سوم قصد ازدواج هست. یکی از پیامدهای ازدواج اجباری این هست که مورد خشونت قرار میگیرن و اگر این افراد با ازدواج اجباری مخالفت کنه متاسفانه ممکنه مورد خشونت و ضرب و شتم خانواده خودشون قرار بگیرن و از طرفی چون این ازدواج ها بدون احساسی در واقع صورت میگیره در خانواده همسر خودشون رو هم متاسفانه مورد تحقیر، پرخاش، تجاوز و آسیب های بدنی قرار خواهند گرفت. پیامد بعدی ازدواج اجباری ایجاد نسلی از فرزندان بیمار هست. از اونجایی که این ازدواج اجباری هست به همون دلیل هم رابطه جنسی اجباری خواهد بود و بارداری ناخواسته و اجباری هم حاصل خواهد شد و فرزندانی که حاصل ازدواج اجباری هستند توسط خانواده آسیب دیده و بدون محبت بزرگ میشن و همیشه در معرض خشونت و تنبیه والدین قرار میگیرن و با توجه به اینکه درگیری ها و پرخاشگری والدینشون رو میبینن به سر خشونت های
بعدی در فرزندان ایجاد میشه و اونها رو با آسیب‌های اجتماعی درگیر میکنن که باعث بزهکاری و نابسامانی‌های در آینده براشون محتمل خواهد بود. بر اساس ماده 26 قانون محو خشونت علیه زنان، اگر فردی زنی رو به نامزدی و ازدواج مجبور کنن، حدود 2 سال مجازات برش در نظر گرفته شده و اون ازدواج فسخ خواهد بود. همچنین یه گزینه رو با تذکر بدم، در قانون و شریعت اسلامی یکی از قوانین نکاح و ازدواج این هست که رضایت دو طرفین باید باشه و اگر یک طرف از دو طرفین رضایت کامل نداشته باشن، در واقع اون نکاح و اون ازدواج فسخ خواهد بود. ماده 517 قانون مجازات افغانستان این رو بیان میکنه که اگر یک زن بیوه و یک زن بالغ به ازدواج اجباری حتی رضایت بده، میتونن مجرم رو به صورت مجازات کوتاه مدت در نظر گرفتن برای موضوع. و هر کسی هم که با ازدواج اجباری مواجه میشن میتونن تحت این ماده علیه مجرم پرونده باز کنن. ماده 27 قانون محو خشونت علیه زنان این رو بیان میکنه که اگر فردی زنی رو از ازدواج و یا انتخاب همسرش مانع بشه، مجازاتی رو براش در نظر گرفته خواهد شد. موضوع بعدی ازدواج زیر سن هست که متاسفانه سالهای زیادی هست که این موضوع در کشور ما و در به ویژه در کشورهای آسیایی به شدت دیده میشه. تعریف این نوع ازدواج در واقع یک نوع خشونت گسترده‌ای در برابر زنان افغانستان هست که متاسفانه در مناطق روستایی که دولت از اقتدار کمتری برخوردار هست رایج هست، ولی متاسفانه حتی در شهرهای بزرگ کشور ما این دیده میشه. و برای جلوگیری از ازدواج های کودکان در واقع ماده های قانونی ایجاد شده. با هم دیگه این ویدیو رو تماشا میکنیم. بلال احمد 3 ساله که تا هنوز اسمش رو نمیداند، 2 روز قبل توسط خانوادهش با دختر 5 ساله عمه‌اش نامزد شد. این کار خانواده بلال احمد با عکس‌العمل های کاربران شبکه های اجتماعی مواجه شد. اما پدر بلال احمد میگوید که این کار را به خاطر خوشی خانوادهش انجام داده است. خوش های زیر سن و محروم بودن از حقوق میراث و تعلیم از خشونت هایند که هنوز هم در افغانستان به ویژه در ولایت های جنوبی علیه زنان و دختران قرار دارد. ازش بعدم میاد. یه از کتاب بیرونه. اول حدیث قرآن. اول عذر میکنیم. دیانه دلاسا میکنیم که این شوهرت هست. عذر میکنیم. برش قناعت میتیم که برش میتیم. هر که نشد امو تو دادستی گرفته میتیم برو بخیر. و بعد دختر اگه دوست نداشته باشه فرار میکنه. فرار که کود زدنش. اه. ایچی حکومت چیز نمیکنه. از مردن، زدن، کشتن ترس نداریم. بر ما فقط یک گندشک زدن است. هیچ. اگر ای در پیش ما نبیه یا در پیش آدم و دیگه خرب نجیز بروه یا کدوم روی دیگه بروه باز رو کشتن میشه. ماده 28 قانون محو خشونت علیه زنان این رو بیان میکنه که اگر ازدواج با یک دختر زیر سن قانونی انجام بشه، مجرم به حبس متوسط 2 سال روبرو خواهد شد. ماده 71 قانون مدنی ازدواج های زیر سن کمتر از 15 سال رو به عنوان ازدواج های غیرقانونی محسوب میشن. و قانون محو خشونت علیه زنان مواردی رو به عنوان جرم بررسی میکنن که شامل تجاوز به فرد، وادار نمودن کسی به فحشا، ثبت انتشار هویت فردی که منجر به اتک حرمت او شده،
آزار و شکنجه با مواد سوزنده و یا مواد سمی و زهری، وادار کردن کسی به خودسوزی یا خوردن سم یا هر نوع مواد کشنده، آسیب رسوندن و یا معلول کردن شخصی، ضرب و شتم، خرید و فروش به بهانه ازدواج که متاسفانه در کشور ما مکرر دیده شده و متاسفانه کاری برای جلوگیری اون انجام نمیدن، عوض کردن عروس ها، جلوگیری از ازدواج یا انتخاب همسر، ازدواج کودکان، سوء استفاده، تغییر، آزار، اذیت، انزوای اجباری، اعمال خشونت به معتاد، اعمال فشار به معتاد ساختن افراد، جلوگیری از به دست آوردن میراثشون، جلوگیری از داشتن دارای شخصی و انکار از اقاموزش، جلوگیری از اشتغال و دسترسی به خدمات صحی، کار اجباری، ازدواج با بیش از یک زن بدون در نظر گرفتن ماده 86 قانون مدنی و نفی مصلحت و وابستگی‌اش فرد، و اگر زنی در معرض هر کدوم از این مواردی که ذکر کردم قرار گرفت، میتونن تحت قانون منع خشونت علیه زنان عدالت خواهی کنن. در بین اشک و خون و تاول ها